با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز خبرها و نظرها را از این لحظه آغاز می کنم. امروز بدون پرداختن به خبرهای مربوط به امریکا و پیرامونمون در لس آنجلس می رویم به دیدار جناب دکتر منصور فرهنگ که چون ساعت 12 به وقت ما قرار دیگری دارن، گفتگویم را با ایشون شروع می کنم و بعد از ساعت 12 و بعد از پیام های بازرگانی مهمان دیگری خواهیم داشت که چند دقیقه با ما خواهند بود و اگر فرصتی بشه من مروری هم می کنم به خبرهای روز. عرض کنم حضورتون که در برنامه های گذشته چه در تلویزیون ایران فردا، برنامه ایران فردای من، و چه در برنامه تلویزیون پارس راجع به فراخوانی رو که عده نسبتا زیادی آمدن و از هموطنانمون خواستن که این اختلافاتی رو که همیشه مانع رسیدن به اون هدف اصلی و اون سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی هست و رسیدن به آزادی زنان ما، مردان ما، ادیان ما هست، این رو مد نظر قرار بدن و یک بار هم که شده در این مورد با همدیگه همگام و متحد و همسخن باشه. در این اطلاعیه و مطلبی رو که جناب دکتر منصور فرهنگ برای من فرستادن و متعاقبا در رسانه ها به چاپ خواهد رسید، دعوت به تظاهرات ایرانیان مقیم خارج از کشور در روزی که ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکنند. در زمانی که قرار است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتصب علی خامنه ای فاشیست، برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک بیاید و قرار است که گزارش فریبکارانه ای از طرف آلینا دوهان درباره حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل بشر ارائه شود، آلینا دوهان در سال 2020 از طرف روسیه کاندید گزارشگر ویژه برای رسیدگی به پیامد تحریم ها شد و مورد تایید شورا قرار گرفت بدون اینکه توجهی به کارنامه سیاسی او شود. خانم دوهان تبعه بلاروس و از نزدیکان الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور کشور بلاروس هست. لوکاشنکو قبل از فروپاشی شوروی در ارتش آن کشور خدمت میکرد و از آغاز استقلال بلاروس در سال 1994 دیکتاتور بلا منازع کشورش بوده. او از زمان به قدرت رسیدن پوتین پیرو سیاست‌های او و از تجاوز روسیه به اوکراین حمایت میکند، لذا به راستی تعجب آور است که آلینا دوهان، فردی که مدافع سیاست‌های لوکاشنکو و پوتین است، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر شده. اینکه پوتین او را کاندید این مسئولیت کرد کافی است که به ماهیت ریاکارانه گزارشات او پی ببریم. من ترجیح میدم که بقیه مطلب رو از زبان جناب دکتر منصور فرهنگ بشنویم به من و شما بینندگان گرامی، و اشاره ای که میکنن به این که در گذشته جمهوری اسلامی با گزارشگران حقوق‌بشر در ایران چه کردن و با خانم دوهان چه کردن. آقای دکتر فرهنگ، سلام میکنم خدمتتون و سپاسگزار از شرکتتون در برنامه. من دیگه نمیخواستم وقت برنامه رو بیشتر از این بگیرم، خواستم که بقیه مطلب رو یا خلاصه کل این مطلب و این فراخوان رو خودتون مطرح بفرمایید و امیدواریم با رسانه‌ای کردن بیشتر و بیشتر این فراخوان، این بار شاهد یک اتحاد منسجم و منطقی باشیم که بتونه نتیجه‌ای به بار بیاره.
خیلی متشکرم از دعوتتون و این تصمیم که راجع به این موضوع بحث بکنیم. ببینید، مسئله اساسی ما یا به اصطلاح موقعیتی که پیش میاد، تا ماه سپتامبر رئیسی ابراهیم رئیسی که به اصطلاح رئیس جمهور ایرانه ولی در واقع منتخب ولی فقیهه، به عنوان نماینده ایران قرار بیاد به سازمان ملل متحد سخنرانی بکنه. و واقعا شرم‌آوره که یه همچی فردی نماینده میهن ما باشه، برای اینکه این یکی از افراد اصلی برای اعدام 4500 زندانی سیاسی در سال 1367 بوده و خودش به طور رسمی افتخار میکنه که در این جنایت شریک بوده. یعنی فتوا از خمینی اومد و یکی از آخوندهایی که انتخاب شده بود که این رو اجرا بکنن در طی حدود 2.5 تا 3 ماه که راجع به این قبلا هم صحبت کردیم و مطالب زیادی نوشته شده. یکی اینه و خوشبختانه در حال حاضر به دلیل این جنایتی که علیه سلمان رشدی شد، یعنی تروری که در واقع مسببش خمینی و شرکا بودن، موفق نشدن که او رو بکشن، ولی امروز توجه زیاد بین المللی نسبت به ایران جلب شده. برای اینکه تنها کشوری دنیا که به طور رسمی از تروریسم دفاع میکنه و به تروریسم پول میده، به این آدم گفته بودن حدودی بیش از 1 میلیون دلار حاضرن پول بدن که اگر سلمان رشدی رو بکشه، که البته این اولین بار نیست. در طی 43 سال گذشته رژیم ایران بیش از 100 نفر از منتقدین و مخالفین و دگراندیشان خارج از کشور رو ترور کرده و در داخل هم بسیاری از نویسندگان و هنرمندان ترور شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن. بنابراین خیلی مهمه که ما بگیم این فقط رژیم ایران به صورت مسئول ترور سلمان رشدی، بلکه رژیم ماهیتا تروریسته. و برای این کار ما بیایم یک تظاهراتی در همون روزی که این آدم خودش یا کسی به نمایندگی او میاد در سازمان ملل صحبت بکنه، البته اول در نیویورک به دلیل اینکه اونجا مقر سازمان ملل متحده، ولی بسیاری از فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی در سراسر اروپا و شهرهای مختلف آمریکا جلساتی داشتن در این روزهای گذشته و تصمیماتی گرفتن که اون روزی که قرار رئیسی وارد در نیویورک سخنرانی بکنه، بتونن در همون روز، در یعنی در یک روز، در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا تظاهراتی بر ضد فساد و ظلم و استبداد ایران که رئیسی نماینده اون در سازمان ملل برقرار بکنن. اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم، به نظر من هدف اصلی این کار اینه که بتونیم به مبارزین داخل کشور کمک بکنیم، یعنی به اونها نشون بدیم که ما در اینجا توانایی رسوندن صدا و اعتراضات اونها رو به جامعه جهانی داریم. و بعدا این که به دروغ هم روی دولت ها تأثیر بذاریم، اون در واقع هدف اساسی نیست. دولت ها تحت در چارچوب منافع امنیتی و اقتصادی خودشون عمل میکنن و هر وقت که تضادی بین منافع اقتصادی و امنیتی یک کشور و دفاع از حقوق بشر باشه، این حقوق بشره که به حاشیه کشیده میشه. اما در جهان غرب، در آمریکا، در تمام کشورهای اروپایی، در کانادا، یک مجامع دفاع از حقوق بشر هستن. یه بخش قابل توجهی از جمعیت این کشورهای دموکراتیک از حقوق بشر دفاع میکنن و بسیار بسیار مهمه که ما این بخش از جوامع غربی رو تحت تاثیر بذاریم و اونها رو مطلع بکنیم راجع به ماهیت تروریستی رژیم ولایت فقیه. هدف اینه. امیدوارم که کوشش بسیاری از دوستانی که علاقمندانی که در این رابطه فعالن موفق بشه و اون پیشنهادی هم که در این باره دوستان میکنن اینه که این تظاهرات فراحزبی، فراجناحی و فرا ایدئولوژیک باشه. میتونیم پرچم سنتی ایران رو داشته باشیم و شعارهای دفاع از حقوق بشر هم داشته باشیم. این گروه هایی که میتونن متعلق به احزاب و بینش های متنوع باشن که همه قابل احترامن، رقبای هستن که باید به
نیت یک دیگه به اصطلاح به بینش هم دیگه احترام بذارن علی رغم مخالفت هایی که با هم دارن. ولی یک جایی ما باید یه مخرج مشترک داشته باشیم، یک جایی ما باید به یک اصلی معتقد باشیم که همه ایرانی هایی که در خارج از کشور فعالن، صحبت از حقوق بشر، صحبت از دموکراسی و صحبت از فساد و استبداد بی سابقه رژیم ایران میکنن. بنابراین ما بیایم از این فرصت تاریخی استفاده بکنیم و به علاقمندان حقوق بشر در سراسر جهان و همینطور نمایندگان کشورها که به سازمان ملل متحد بیان بگیم که جامعه ایران رژیم ولایت فقیه رو ماهیتا تروریستی میدونه. بنابراین محکوم کردن اون نباید محدود به اقدام تروریستی اونها علیه سلمان رشدی یا دیگران باشه، بلکه باید به ماهیت این رژیم اعتراض کرد. دکتر فرهنگ، دو نکته برای روشن‌تر شدن آنچه که اشاره کردید. اولا خانم دوهان رو برخلاف گزارشگران قبلی که از طرف سازمان ملل تعیین شده بودن و جمهوری اسلامی راهشون نداد در ایران، استقبال عجیب غریبی ازش کردن و فرش قرمز براش تفت کردن پنگ کردن و چیزی که اشاره که کردید به این فراخوان و تظاهرات هموطنانمون در سراسر دنیا، آیا منظور اینه که در جاهای دیگه در اروپا که مثلا اون ساعت دیر وقت شب یا بامداد هست و میتونن جلوی کنسولگری های جمهوری اسلامی برن و این تظاهرات رو راه بیاندازن، درسته؟ در مثلا در ژنو یا مثلا در بعضی از کشورهای اروپایی دفترهای سازمان ملل هست، وگرنه در کنسولگری یا سفارت و هر در هر شهری فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی باید تصمیم بگیرن که بهترین زمان کیه. ولی مهم اینه که همون روز باشه، یعنی همون روزی که این به احتمال زیاد مثلا قبل از ظهر داره صحبت میکنه، همون روز این تظاهرات، حالا چند ساعت دیرتر و زودتر بشه مهم نیست، برای اینکه ما بتونیم رسانه های گروهی رو به این تظاهرات جلب بکنیم، از اونها بخوایم که واقعا بتونن پیام ما رو مطرح بکنن در گزارشات خودشون، بسیار بسیار مهمه که بگیم یک تظاهرات بین المللی از طرف ایرانیان مدافع حقوق بشر انجام شده. این تاکتیک به نظر من میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در جلب توجه رسانه های گروهی و ناظرینی که برای دادن گزارش در این دوره که مجمع عمومی تشکیل میشه فعال میشن. خانم دوهان توجه داشته باشید این نکته که خانم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای اون نوبتی انتخاب میشن. گاهی اوقات اتفاق میفته، اون قانون سازمان مقرر، گاهی اوقات اتفاق میفته که اکثر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای دیکتاتوری میان. اون حقوق کارش هم نمیشه کرد. این هم یکی از اون فرصتهایی بود که وقتی این پیش اومد روسیه و کوبا تونستن با ایران همکاری بکنن که بیان خانم یارند رابیت رو انتخاب بکنن، که اصلا واقعا شرم‌آوره که این رفت ایران مورد استقبال قرار گرفت زیر عکس خمینی، خامنه ای واسات و برگشت گفت که در ایران حقوق بشر نفی و نقض نمیشه، فقط مشکلات تحریم هاست که برای ایران مسئله درست کرده. بله بله دکتر فرهنگ، این در شرایطی که ما این فعالیت ها رو میبینیم از طرف جمعی از هموطنانمون و این سعی داره میشه که در واقع این گرد همایی ها پیش بیاد، ما میبینیم که در این جریان برجام داره صحبت های مطرح میشه که این رو نهایی بکنن و در واقع موضوع رو به این صورت تحت شعاع قرار بدن. این رو نظرتون چیه؟ این امکان داره که ایران با این کار بخواد توجه به صدا جهانیان رو از ظلم و جنایات فساد درونی خودش منحرف بکنه، ولی اون یه واقعیتیه که کشورهایی که روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه به خاطر بر مبنای
به اصطلاح منافع ملی خودشون و خصوصا با تاکید روی امنیت. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده بعد از تجاوز روسیه به اوکراین و مشکلات به اصطلاح انرژی نفت و گازی که اروپایی ها دارن. فکر میکنن که اگر این در حال حاضر انجام بشه تولید نفت و گاز ایران میتونه افزایش پیدا بکنه، بنابراین صادرات اون مقداری از مشکلات اروپایی ها رو. این کاملا قابل فهم. این که ما از اینا انتظار داشته باشیم که بیان منافع ملی خودشون رو، مشکلات خودشون رو کنار بذارن و توجه به ما بکنن، این در واقع از نظر آرمانی و از نظر اخلاقی قابل احترامه، ولی در دنیای سیاست یک امر، یک به اصطلاح یک خواست قابل اجرا نیست. ولی مردمی هستند هم در همین کشورها، بخشی از جامعه هست که بین الملل یا دیدبان حقوق بشر یا ده‌ها تشکیلات حقوق بشری که با فقط با کمک مردم این کشورها اداره میشن، اونا رو باید تحت تاثیر گذاشت. و ایران هم سخت علاقمنده به نظر من به یه شکلی برجام احیا بشه، برای اینکه گرفتار مصائب مختلف اقتصادی هستن و تنها راهی این که بتونن درآمد خودشون رو افزایش بدن از این طریقه. ولی بالاتر از این که اینجا جا بحثش الان نیست، وقت میگیره و اینه که نه آمریکا، نه اروپا، نه ایران اگر بگن خب ما این برجام رو منحل میکنیم، بدیل چیه؟ بدیل جنگه؟ بدیل استفاده از گزینه نیست؟ اکثریت بزرگ مردم آمریکا و اروپا سخت مخالف بدیل جنگن. و اینکه اگر در منطقه خاورمیانه جنگ دیگری ایجاد بشه، قربانیان اصلی او خود کشورهای اروپایی و منطقه هستن و هیچ بعید نیست که این جنگ حتی رژیم ایران رو تقویت هم میکنه، ولی مصیبت و گرفتاری های مردم ایران رو تشدید میکنه. اینه که واقعا هیچ کس جنگ نمیخواد و به دلیل اینکه جنگ در حال حاضر گزینه یک نیست که بخواد، هر دو طرف بازنده اند اگر جنگی بخواد بشه و این جنگ به هیچ وجه نمیتونه به توانایی بالقوه ایران برای ادامه تاسیسات هسته‌ای خاتمه بده. بنابراین اون مسئله جدا از بسیار مبارزات ما برای دفاع از حقوق بشر و کمک به مبارزین داخلی کشور، مبارزه با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در داخل کشوره، نه در لس آنجلس و نیویورک. ولی در لس آنجلس و نیویورک ما میتونیم صدای مبارزین رو به گوش جهانیان برسونیم به دلیل انقلابی که این انقلاب اطلاعاتی که در دنیا به وجود اومده تشویق بسیار خوبیه برای مبارزین که ده‌ها هزار ایرانی در کشورهای مختلف اروپا دارن از اونها حمایت میکنن. از این جهت با ارزشه. دیروز مصادف بود با روز جهانی قربانیان خشونت دینی و آقای پتروسیان در یکی از سایت های فارسی زبان یعنی گویا نیوز مطلبی رو نوشته و اشاره کرده به این مسئله و اشاره کرده که این خشونت تنها در مورد به اصطلاح بهائیان و کسانی که گرایش های دیگر دارن یا دراویش یا غیر ذلک نیست و خیلی گسترده تر از این هست و باید این رو محکوم کرد، باید این رو باز راجبش اقدام کرد و هموطنان ما که در خارج از کشور هستند و این آزادی رو دارن که بتونن حرفشون رو بزنن باید در این مورد هم پیشگام بشن و همین مسئله حمله به سلمان رشدی رو اشاره کرده آقای پتروسیان و به اطلاع این کارهایی رو که داره میشه معتقده که باید با راه انداختن کمپین های گسترده این گونه در واقع تجاوزاتی رو که جمهوری اسلامی به هموطنان غیر مسلمان ما و حتی مسلمان ما روا میدارن جلوش رو در واقع گرفته بشه. چه نظر؟ در سال 2019 شورای امنیت سازمان ملل متحد
روز 22 اوت رو روز یادبود قربانیان خشونت دینی اعلام کرد. یعنی در بله. کشورهایی که به نام مذهب یا به نام ایدئولوژی به انسانها رو مورد ضرب و شتم و شکنجه و غیره قرار میدن، این در واقع با آزادی وجدان مخالفن، دفاع از آزادی وجدان. این قطعنامه مربوط به ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشره، ولی به این دلیل که کشورهایی هستن که از این موضوع استفاده میکنن تصمیم گرفتن که این قطعنامه رو تصدیق بکنن و تأکید بذارن روی بسیار ظلمی که به نام مذهب به این افراد میشه. من فکر میکنم، من نظر میکنم که در این 43 سال گذشته ایران بدترین، خشنترین، بیرحمترین کشور در رابطه با استفاده از مذهب برای سرکوب مخالفین خودش بوده. تردیدی نیست که باهائیان بیش از هر گروه دیگری مورد ظلم و ستم بودن، آتش زدن خانه هاشون، گرفتن اموالشون، اعدامشون و غیر زاده که ایرانیان آگاهی دارن از این، ولی محدود به باهائیان نبوده. مثلا ایرانیانی که مسیحی میشن، توجه داشته باشین که دین یه چیزی که همه باش متولد میشن، به ارث بردن. یه سری انسان ها که هنوز میخوان دینی باشن این حق رو دارن که هر دینی رو که بارد به صدا توجه یا فهم و درک اونهاست بپذیرن. اینا چه تأثیری میارن به مسلمان های سنی، دراویش، یهودیان، مسیحیان، خصوصا ایرانیایی که مسیحی میشن، و بالاتر از این ناخدایان، یعنی کسانی که مثل بنده هیچ مذهبی ندارن ولی اعتقاد به حقوق بشر و به آزادی دارن. بنابراین این که این رژیم ایران در رابطه با قطعنامه 22 در قطعنامه سازمان ملل متحد در رابطه با یادبود قربانیان خشونت خیلی خیلی مهمه که ایرانیان تا اونجایی که میتونن، و این مقاله فرد پتروسیان خیلی مقاله خوب، و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران که 3 سال انتخاب شده و ایران اجازه ورود او به ایران رو میده، او هم در این رابطه مقاله ای نوشته که من فکر اون هم اون مقاله هم آماده است که خیلی راحت میتونن دوستان بگیرن. با استفاده از این مقالات ما بتونیم ایران رو تجهیز بکنیم که این در رابطه با خشونت دینی نسبت به بخش های قابل توجه از جامعه ایران توجه بیشتری بکنه. دکتر فرهنگ، من شما و بسیاری از هموطنانی که در امریکا زندگی میکنیم، آنچه که در پیرامونمون میگذره به هر حال در سرنوشت ماها هم بی اثر نیست. بعضی از بینندگان برنامه میگویند چرا بیشتر به مسائل ایران نمیپردازید. خب ما به مسائل ایران که مشبوها میپردازیم، ولی فکر نمی کنید این شرایطی که در امریکا به وجود آمده، این بازرسی از خانه آقای ترامپ و دیروز پیدا کردن بیش از 300 سند محرمانه و فوق محرمانه ای رو که ایشون برده به منزلش از اونجا خارج شده، و الان سر و صدایی که در این مورد راه افتاده و تهدیدایی که وزیر دادگستری امریکا شده و مامورین FBI شدن که زندگیشون در خطر افتاده، این رو به چه صورت میبینید؟ در 2 دقیقه که فرصت داریم اگر این رو جمع‌بندی بکنین ممنون میشم. نظر من بیش از 60 ساله که در آمریکا زندگی میکنم، همه تحصیل و تدریسم در اینجا بوده. برای اولین بار در تاریخ آمریکا، یعنی در این 240 سال گذشته، در سنجش افکاری که دیروز منتشر شده بود، مردم آمریکا، درصد بالای مردم آمریکا میگن بزرگترین مشکلی که وجود داره چه؟ گفتن خطر به دموکراسی. یعنی تهدیدی که نسبت به دموکراسی در آمریکا وجود داره، نگرانی تعداد بیشتری از مردم در این کشور رو ایجاد کرده تا مسائل اقتصادی، امنیتی و غیر زاده. تردیدی نیست که به قول معروف اگر دموکراسی رو ازش دفاع نکنن همیشه میتونه مورد خطر قرار بگیره. هیتلر با رأی مردم اومد سر کار. هیتلر و موسولینی در ایتالیا با رأی مردم اومد سر کار. در کشور خودمون خمینی با رأی مردم اومد سر کار. بنابراین در تاریخ اتفاق زیاد افتاده که عناصر و گروه هایی بودن که از دموکراسی استفاده کردن برای نابود کردن دموکراسی.
و ترامپ دقیقا رئیس اون گروهی است که این کار رو خوشبختانه امروز همین سنجش افکار نشون میده که 57% از مردم آمریکا میخوان که این به اصطلاح پیگیری رفتار و کردار ترامپ و قانون شکنی او ادامه پیدا بکنه به 57% و فقط حدود 30 و چند درصد از جمهوری خواهان بودن که این رو رد میکنن و جدی نمیگیرن. بنابراین حرفش کاملا درسته و اگر آمریکا بخواد دموکراسی در آمریکا بخواد لطمه ببینه، یعنی برای ترامپ کشور ایدئال ترامپ روسیه است، رهبر ایدئال ترامپ پوتینه و پوتین چی درست کرده و بالاتر از اون رهبر بسیار دلخواه او رئیس جمهور مجارستانه که دعوتش کردن به کاخ سفید، دقیقا او همین کار رو کرده که پوتین کرد. یعنی یه راههایی پیدا دارن میکنن که بتونن دموکراسی رو، انتخابات رو به معنای معمولی در روسیه این کار رو کرد، در مجارستان این کار رو کرد. این خطر وجود داره بدون چون و چرا و این ماها نیستیم. الان روزنامه های و تحلیلگران خیلی مهم آمریکایی رو که میخونن، بزرگترین خطری رو که در برابر کشور خودشون میبینن خطر ضد دموکراسی که ترامپ رهبر سمبولیک اون شده. دکتر منصور فرهنگ بی‌نهایت سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. ما میرویم و پیام های بازرگانی رو میشنویم به اتفاق و بعد و میبینیم و برمیگردیم با دومین مهمان برنامه خواهم بود برای چند دقیقه و بعد اگر فرصتی بشه گزارشی در مورد وقایع روز خدمتتون ارائه خواهم داد. با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. آژانس امیری تقدیم می کند تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 1 سپتامبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جیل ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیل ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیل ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیل ویز، همیشه و همه جا. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جیل ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید.
اپلیکیشن نگاه، اجازه پخش تمامی سرویس های GL20 از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های GL20 دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GL20 از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. برای فروش تبلیغات در GL20، شارژ اشتراک GL20، شارژ اپلیکیشن تلفنی GL-Tal، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. هم‌اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. وستن پلامینگ برای انجام کلیه لوله کشی های ساختمان های مسکونی، تجاری، آپارتمان ها و خانه های تازه ساز، تعمیر، نصب و تعویض تاسیسات حمام، توالت، دستشویی و آشپزخانه، تعویض لوله های فرسوده آب و فاضلاب، لوله کشی گاز و شیرهای قطع گاز برای زلزله، پیدا کردن لوله های فاضلاب با آخرین دستگاه ها و تعمیر آبگرم کن. برآورد اولیه رایگان می باشد. برای این خدمات با وارتان ریگانیان تماس بگیرید. با من وارتان تماس بگیرید. تلفن تماس 818-360-40-40. وستن پلامینگ. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. خب بینندگان گرامی، تا موقعی که ما دسترسی پیدا بکنیم به مهمان بعدی برنامه، من توضیحی بدم راجع به مراسمی که قرار هست روز 1 شنبه 28 ماه آگست یا اوت در هیلتون وودلند هیل برگزار بشه، با همت جمعی از دوستان، در رأس اونها اصل پهلوان عزیز، اصل محاسب عزیز،
که امیدوارم بتونیم ارتباطمون رو باش برقرار بکنیم. اولا سپاسگزارم از انجلو طالبی که اسپانسر این برنامه هستن و بعد بی نهایت سپاسگزارم از دوستانی که آمدن و همراهی کردن که ما بتونیم این مراسم رو که یعنی مراسمی رو که شایسته مسعود اسداللهی این هنرمند بسیار خوبمون شایستگیش ایجاب میکنه برگزار بکنیم. در رأس کسانی که در این مورد به ما هم دست همراهی و کمک دادن و هزینه این چیز رو به اصطلاح هزینه این اجاره این محل رو در واقع تقبل کردن، بنیاد هنرمند هست، دوست عزیزم آقای بهمن فتحی در این مورد بر در واقع تمام مقرراتی رو که این بنیاد داره سعی کرد دور بزنه و بتونه این کار رو انجام بده و مخارج این برگزاری رو به عهده بگیره. بی نهایت سپاسگزارم از ایشون. باید بار دیگر یاد بکنم از یار و یاور مسعود اسداللهی در طول مدتی که در امریکا بود و به خصوص در دوران بیماریش در بیمارستان، یعنی کیخسرو بهروزی، این دوست مهربان و لو پروفایل، کسی که همین الانم اگر بدون من دارم راجع بهش صحبت میکنم به من اعتراض خواهد کرد که چرا این کار میکنه. به هر حال این مراسم امیدوارم که دوستان شرکت بکنن. ساعتش بین 3 تا 5 بعد از ظهر، بار دیگه تکرار میکنم، 28 آگست یعنی همین یک شنبه پیش رو هست و آقای شجره مدیر تلویزیون پارس با ما همراهی کردن، دکتر علیرضا نوریزاده مدیر تلویزیون ایران فردا همراهی کردن و دوستانی دارن پیام هاشون رو اگر که نمیتونن حضوراً اینجا باشن میفرستن برای این روز و دوستان دیگری هستن، آقای فریبرز یوسفی دارن در این مورد اقداماتی رو میکنن و کمک میکنن، خانم سوسن استخریان که باز یکی از افرادی هستن که در طول مدت اقامت مسعود اسداللهی در لس آنجلس همواره کمک ایشون بودن، در کنارشون بودن، چون مسعود به طور کل اساساً آدم همونطور که عرض کردم به قول امریکایی‌ها لو پروفایل و عزلت نشینی بود، یعنی اهل تظاهر و این گونه مسائل نبود و یکی از صحبتایی رو که من با کیخسرو بهروزی دارم در همین زمینه هست که او میگوید اساساً مسعود دلش نمیخواست که براش بعد از فوتش مراسمی برگزار بشه و اینا، ولی خب وظیفه بسیاری از ما هست که واقعا یک مقداری از او یاد بکنیم، به یادش باشیم و این کسانی رو که به هر حال تا آخرین روزهای زندگیشون سعی کردن به اصطلاح با برنامه سازی با اقداماتشون نوعی مبارزه بکنن با جمهوری اسلامی، اینها واقعا این استحقاق این رو دارن که واقعا ازشون یادی بشه. گفته میشه که تلویزیون های دیگر هم نمایندگانشون اونجا حضور خواهند داشت، فیلم برداران و برنامه سازاشون اونجا خواهند بود که از این مراسم فیلم برداری بکنن و در رسانه های گروهی مثل ایران اینترنشنال و
وایس آف امریکا انعکاس بدن این رو. خب نمیدونم، ما موفق شدیم که با خانم پهلوان تماس بگیریم یا نه. به هر حال من منظورم از این که ایشون رو داشته باشیم روی خط این بود که اولا از حال جناب عباس پهلوان، این پیر دیر رسانه‌ای که کسالتی داشتن و به حمد الله حالشون خوبه و بهبود کامل حاصل شده، اینطور که من شنیدم از اصل عزیز، مثل این که بالاخره ما این خانم فعال زیبای بی نهایت انسان دوست، کسی که در تمام طول مدتی که من این شانس رو داشتم که او رو بشناسم، اولا نشریه فردوسی امروز رو از یک مخمسه عجیب غریبی نجات داد، او و همسر گرامی و مهربانش که او هم سعی میکنه اصلا خودشو نشون نده، و ولی پشتیبان درجه یک عسل عزیز هست. عسل جان سلام عرض میکنم و خوشحالم که بالاخره تونستیم شما رو داشته باشیم. خود شما دیگه سکان کشتی در دستتون هست و در واقع خودتون صاحبخانه هستید. بگویید که چه تدارکاتی دیده شده، با چه کسانی به اصطلاح تماس گرفتید. میدونم که یکی از مهمترین کمک هایی که شد کمک بنیاد هنرمند بوده که با همت بهمن فتحی صورت گرفته. بله. من به گوش هستم. بله، درود بر شما آقای حجازی عزیز و درود به همه بینندگانی که ما صدای عسل جان رو نداریم، مثل این که صداتون روی میکروفون شاید اگه بزنین شاید میکروفون بسته است، مثل که شانس اینی که این ارتباط به خوبی برگزار بشه حاصل نمیشه. آقای شهرتی کاری میشه کرد از طرف شما؟ من الان صدا الان آمد. بله، درود به شما آقای حجازی عزیز و درود به همه بینندگان تلویزیون پارس. البته خوشحال هستم که با شما در این برنامه هستم و متاسفم که به این دلیل در این برنامه هستم، و خب میدونید من در اینجا جا داره از شما هم تشکری کنم که جزو، یعنی شما بودید که اول این پیشنهاد رو میشه بگیم که کردید، و من واقعا از این بابت بسیار خوشحالم که این در این راه با شما هم قدم شدم. و خب آقای حجازی و بینندگان همه میدونن که شرایط برای همه ما به این راحتی ها هم نیست، و خب جا گرفتن، مسئولیت و کاری که همه ما با یک دست صد تا کار رو انجام میدیم و واقعا شرایط رو برای ما سخت هم هست، و این شد که من برای اولین بار میشه در کنار آقای حجازی با هم این راه رو اول شروع کردیم و گفتیم که بریم و این کار رو انجامش بدیم هر چه زودتر. همونطور که شما خودتون میدونید، خب ما دوست داشتیم که آقای پسر آقای اسداللهی هم در این برنامه حضور داشته باشن و وقت محدود بود برای داشتن پسر آقای اسداللهی، و این بود که به این سریعی برنامه رو برای روز یک شنبه همین هفته تدارک دیدیم در هتل هیلتون در شهر وودلند هیلز کالیفرنیا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. ساعتش هم به دلیل اینکه واقعا هر کسی اگه برنامه‌ای برای مطمئنن ویکندش داشته و شبش داشته بتونه هر برنامه‌ای رو انجام بده و در کنار ما در این برنامه باشه. خب این برنامه واقعا خرج سنگینی داره برای تک تک ما، و این یه چیزی که روشنه بر همگان. بنیاد هنرمند این لطف رو کردن به همت آقای
بهمن فتی قبول کردن که این مسئولیت رو به دوش خودشون بگیرن. بنیاد هنرمند بنیادی است که متعلق به هنرمندان، متعلق به جامعه روزنامه نگار، نویسنده، خواننده و شاعر و بازیگر. این و این شانسی بود که آقای فتی، ما که باشون صحبت کردیم، این موقعیت رو با هیئت مدیرهشون صحبت کردن و خیلی سریع برای اولین بار، چون خب اینجا سیستم آمریکایی است و باید هیئت مدیره تصویب بکنه، و این رو خیلی سریع تصویب کردن که این کار رو انجام بدن. با تشکر از بنیاد هنرمند و همت آقای فتی، و جا داره که از آقای سمنانی هم در این زمینه واقعا تشکر کامل رو ازشون بکنیم. بعد بر این شدیم که بتونیم ویدیوهایی از عزیزانی که از راه دور هستن تهیه بکنیم و در اون برنامه که به صورت 2 ساعت برنامه هستش بتونیم اونجا پخش بکنیم و پیامهاشون. آقای مسعود اسداللهی متعلق به تمام جامعه است. چه خب ایشون بازیگر بودن، ایشون کارگردان بودن، ایشون برنامه ساز تلویزیونی بودن و نوشته هایی هم داشتن و می نوشتن، در اصل متعلق به تمام خانواده مطبوعات میشه گفت بودن. و خب این باعث میشه که از هر قشری سخنی به میان بیاد و هر کسی که در هر رشته ای که خودش هست بتونه صحبت کنه. من در همین هفته خانم یوسفیان دیدم، مادر خانم مری آپیک عزیز، که با او که صحبت میکردم میگفتش که اصلا کارش رو با من شروع کرده بود، در صحنه تئاتر که آمد با من شروع کرده. خب برای نسل من خیلی جالبه که بدونیم اصلا مسعود اسداللهی کی بوده و این شخصی که خب من به عنوان شخصی آشنایی فامیلی و دوستی که با خانواده ما داشت به سالهای خیلی دوری میره و من وظیفه خودم میدونستم که در این راه قدم بذارم و بشناسونیم مسعود اسداللهی رو. متاسفانه وقتی که دیگر در کنار ما نیست و صد افسوس که زود ما رو ترک کرد. اگر من سعی کردم خیلی سریع و مختصر و مفید بتونم. اطرا جان، اولا میخواستم یه اشاره بکنم به نکته ای که گفتید در مورد فرزند برومند مسعود اسداللهی، اوژن جان، که آمده بود اینجا او درس میخونه، مدرسهش الان مدتیه که از اونجا نتونسته در کلاس ها شرکت بکنه به خاطر اینکه اینجا بوده. قرار بود دیروز ما این مراسم رو انجام بدیم چون او گفته بود آخرین روزی که میتونه بمونه دیروز بود، ولی ازش خواهش کردیم که چون روزش مناسب نیست و مردم روز هفته معمولا نمیتونن بیان، بگذاریم به روز یکشنبه که تعطیل هست، و پذیرفت که اینجا باشه که ما و حضور داشته باشه در این مراسمی که امیدوارم همونطور که شایسته مسعود هست برگزار بشه. میخواستم از فرصت استفاده بکنم اصل عزیز، از حال پدر جویا بشم، بفهمید که چطور هستن. من میدونم که حالشون کاملا خوب هست و بهبود کامل حاصل شده، درسته؟ بله. پدر خیلی ممنون از این که ازشون سوال کردین و خدا البته شما که واقعا هر روز در مورد پدر سوال میکردید، چه حالا که در مورد آقای اسداللهی ما با هم و در کنار هم هستیم و چه قبلش. واقعا عزیزانی که در کنار ما بودن در این ایامی که پدر واقعا شرایط سختی رو داشتن و خدا رو شکر تونستیم که داشته باشیم پدر رو، به دلیل اینکه پدر به دلیل سکته مغزی در این آخریش که بیمارستان بودن سکته مغزی کردن و خونریزی شدید معده که باعث شد که ایشون اصلا سکته بکنه، دلیلش هم این بود و خب چند روزی در کما و 5-6 روزی در کما بودن و بیهوش نگرشون داشته بودن و تا بتونن این مسئله رو حل کنن و خب در ICU بودن. خیلی روزهای سختی رو ما گذروندیم، ولی امروز ایشون در خونه هستن و استراحت میکنن و در تمام این دورانی که، یعنی آقای اجازی، وقتی که پدر از ICU اومد بیرون و آوردیمش بخش عمومی،
به من گفت خودکار رو بده. ما هم خودکار رو دادیم و من خب انتظار این که اصلا بیاد بنویسه حالا اصلا نداشتم، یعنی اصلا انتظار نداشتم که بابا بیاد و مطلب بخواد بنویسه و شروع کرد به مطلب نوشتن. یه مقدار بدخط ولی نوشتن. و من وقتی که دکترا میمدن نگاه میکردن، خود دکترا در حیرت بودن و واقعا این عشق به نوشتن واقعا من میگم که پدر رو نجات داد و چه خوب آدم این وابستگی رو داشته باشه. و شروع کرد نوشتن، به مطلب نوشتن، ولی خب شرایط سختیه، راه رفتن و مشکلات دیگری رو که با خودش داره، ولی خیلی خیلی بهتر از من. خیلی مژده بزرگی هست برای دوستداران ادب و فرهنگ ایران و قلمزنی که سالیان سال من از عنفوان جوانی شاهد نوشته های ایشون و مناظره هایی که داشتن از طریق قلمشون با دیگر نویسندگان بودم و بعد هم خوشحالم که با همت خودت و اصل عزیز و گرامیم ما تونستیم در یه برنامه ایشون رو در همین تلویزیون پارس داشته باشیم که اینم خودش واقعا یک فرصت مناسبی. ممنونم از شما. منم همینطوری. و خب ما تونستیم مجله رو آقای اجازی بدیم، یعنی خب دو هفته اول خیلی سخت من بود و مسئولیتی رو دوش من بود که این مجله رو بدم و از پا نیستم و بتونیم این کار رو ادامه بدیم که ادامه دادیم و امروز هم به چاپ رسیده و خود خوشحالم از این بابت. به قول امریکایی ها more power to you و به قول خودمونی ها خدا قوت بده. و واقعا این کار مطبوعاتی بی نظیر رو به خوبی اداره کردی شما و باید از همسرتون که پشتیبان و یار و یاور شما بوده هم از آقای محاسب هم باید ما سپاسگزاری بکنیم که پشت صحنه داره کار خودش رو میکنه بدون اینکه بخواد مطرح باشه خودش. به هر حال ممنونم. من همینچنینه، اگر اون نبود آقای اجازی خیلی خیلی، یعنی اصلا امکانش نبود، یعنی اصلا وجود مجله فردوسی امروز با وجود اونه، یعنی واقعا باید چند جا کار کنه، چون همه میدونیم که چیزی نداره مجله، ولی همت و یاری اون چه معنوی چه مادی واقعا خیلی مؤثر. و میگم اگر اون نبود واقعا امکان اینکه ما این کارا رو انجام بدیم و نداشتیم. و این همه اینا به عشق و علاقه و محبت و خب رایی که ما قدم گذاشتیم دلیلش عشق به ایرانه. و امیدوارم آرزوی من آقای اجازی دارین که من مجله فردوسی امروز رو در یک روز در ایران چاپ کنم. به امید اون روز. بینندگان گرامی، فرصت برنامه در اینجا به پایان میرسه. سپاسگزارم از مهمانان برنامه آقای دکتر منصور فرهنگ و عسل محاسب، عسل پهلوان عزیز، و تا روز پنجشنبه که در برنامه دیگری اگر عمری باقی باشه در خدمتون خواهم بود. و سپاس پایانی از امیر شهرتی، خداحافظی میکنم و میگویم روز و روزگار به شما خوش.